و این تکلیم رو به فرشتگان ابلاغ میکنه. اونا رمزش رو در نمیابن. میگن که یه کسانی رو میخوای بیافرینی که گاهی تسبیح و تقدیس میکنن، گاهی فساد و سفت کده ما. ما تسبیح و تقدیس رو داریم، فساد و سفت کده ما رو نداریم. در واقع خون ریزی و فساد و یعنی آلودگی ها سفت کده ما هم خون ریزی. خب یه حرف منطقی هم هست، خیلی منطق زیباییست. این بشر هم فساد و سفت کده ما داره، هم تسبیح و تقدیس. ما تسبیح و تقدیسش رو داریم، فساد و سفت کده ماش رو نداریم. هیچه آفرینش هست. خداوند این حرف اینا رو رد نکرد. فرمود که اینی اعلم و مالا فرمود. یه رمزی داره که شما نمیدونید. حالا بعدها تو قرآن گفتن، به انبیا گفتن، امروز ما رمزش رو از قرآن میفهمیم. درسته که ملائکه تسبیح و تقدیس میکنن، اما در مسیر تسبیح و تقدیس متحمل رنج و مخالفت با نفس نمیشه. یعنی بقیه موجودات خدا رو بندگی میکنن بدون این مشکلی که ما داریم. ما وقتی میخوایم بنده خدا باشیم باید گناه نکنیم. گناه نکردن سخت. ملائکه اینا ندارن، اونا هم گناه نمی کنن، اما بدون زحمت، چون هوای نفس ندارن، چون این مشکلات رو دارن. خداوند ما رو آورده در محیطی که گناه نکردن ما با خویشتنداری توأم باشه. بیداری برای نماز شب با کنده شدن از بستر، ملائکه اینا ندارن. تتجافا جنوبها هم عن المضاجع، بیدار دلان شب پهلو از بستر میکنن، توهی میکنن. کار خیلی سختیه. بدون چه رفت سخت این سختی رو ملائکه ندارن. ولی ما تشنه مونم که میشه سخت اونو گذاشون بریم آب بخوریم. بخوا انسان بلند شد، اما پیغمبر اکرم سه بار بلند میشد، یه بارش جون آدم بلندش کنه. جون و اولیاء خدا و ائمه خدا ملائکه اینو ندارن. ملائکه مثل فوتبالیستی هستن که همه عشقش اینه که گل بزنه، وظیفه‌ش هم همینه. اونا از عبادت لذت میبرن، ما هم لذت میبریم، اما تا به لذت عبادت بخوایم برسیم رنج بیداری و جدایی از بستر و تحمل. قرار ماشینی به ما دادن که 400 کیلومتر در ساعت راه میره، بعد ما میگم مثلا 120 بیشتر نه.